سلام بر خانم مهتاب. خانم فرزانه سلام بر شما. از هلند بابک انفور سینا گیلاسی آموشتوا اونیکی آموشتوا همزلوی فرشید پی از استرالیا بنی رم درود حامد واحدی سلام امیر امیری فرزین خانم فرزانه لاله امیرزاده و میسم رمضان از نارمک روزبه نوروزی الی کشفی یار جهانیان خانم فاطمه سلام بر شما کیانوش فرحجو خانم مهدوی از شیراز بوریا سلام بر شما آیت الله بی بی سی سلام بر شما آیت الله هادی هادی عبدالله جوله همین الان یه درم در اینا تقدیم میکنم میگن واحدی به بی بی سی سلام کرد خب الکس شیردل سلام بر شما افها خانم افسن از آلمان لادن شجاع محمدی محمد علی میرزایی درود بر شما محمد طالبی 50 امیر احمد زادگان خب دوستان 2 دقیقه شد 207 نفریم سایرس هایمن پری دخت از ما گوهر آجلوی عزیز آرش شه سواری آموشتوان و آیتیلا بی بی سی دوباره الیکس شده ممنونم زنده باشید ممنون از احباب قرصتون به قول این برای thanks for asking خب خانم وحشید افتخار دیگه افرو آرت علیرضا ابراهیمی فخاری خب من با عزتون شروع کنم عرض به حضور شما که یک ویژگی که واقعا الان با خیلی آسوده میشه گفتش که دولت فعلی کاملا در راستای منویات مقام معظم رهبری حرکت میکنه دوستان خیلی ممنونم که چیزی که من فراموش کردم خانم منظر ابراهیمی یاد منم انداختن لطفا لایک رو فراموش نکنید کمک میکنه به این که ویدیو بیشتر دیده بشه خواهش میکنم که این رو از خودتون از من و از دوستانتون دریغ نکنید با لایک شما ویدیو بیشتر دیده خواهد شد و معذرت میخوام اگر تصور میکنید مطالب اینجا مفیده و فکر میکنید افراد بیشتری باید ببینن و فکر میکنید رسانه خودتون بهتره که مخاطب بیشتری داشته باشه با لایک کامنت حداقل یک کلمه به زبان انگلیسی و از طرف و از اون بار سابسکرایب هم لطف کنید سابسکرایب وقتی میکنید افراد بیشتری فورا مطلع میشن از برگزاری لایف و یا برنامه دیگه از به حضور شما که خانم فرزانه بله نوروزها اولین لایک رو شما زدید خیلی متشکرم انشالله که لایک شما برکت داشته باشه بقیه هم بزنن این داشتم میگفتم که ظاهرا دولت رئیسی اگرچه الان بین رئیسی و مشتبه خامنه‌ای رقابت وجود داره اما در رذالت و پستی و شرارت و وقاحت و انگشت در چشم مردم کردن بیشک نزدیکترین دولت به خامنه‌ای دولت رئیسی ما امسال حالا در در آستانه نوروز و بعدش دو حادثه داشتیم که خب خیلی جلب توجه کرد یکی افشای فساد ننگالود با پیشنهادی که از دوستان ازگل العلماء ازگل العلماء صدیقی در تصاحب 4200 متر زمین که البته من هنوزم گفتم بازم میگم سوال اصلی باید این باشه اصلا به چه حسابی به چه کتابی به چه حق شرعی شهرداری قالیباف دزد 23 هزار متر زمین در اختیار
و سایر مراجع حکومتی 23 هزار متر زمین در بهترین نقطه در اختیار حوزه علمیه صدیقی گذاشتن. قبلا هم صحبت شده حوزه های علمیه همواره در طول حالا طول تاریخ چند تا 300-400 سالی که این بلای خانمانسوز گریبانگیر مردم ایران شده، از طریق وجوهاتی که مردم میدادن، با رضایت هم میدادن، با علاقه هم میدادن، خیلی از افراد حتی در اولیه های زندگی خودشون مشکل داشتن اما مقید بودن در حد همون، مثلا حتی میرفتن آخر سال نمیدونم لوبیا و نخل لوبیا خونهشون رو اندازش رو میگرفتن، خمسش رو میدادن میرفت، یا زکات اگه لازم بود پرداخت میکردن، از اموالشون اگر خرجاشون رو برمیداشتن، هزینه های پیش بینی شده رو کنار میذاشتن، از مابقیش خمسش رو میدادن و با همون پول ها حوزه های علمی اداره میشد، طلبه ها اداره میشدن و قرار بود طلبه ها بیان حکومت رو بگیرن، به قول خمینی وقتی حکومت در دست گرفتن فقط با پول اوقاف کشور رو اداره کنن. الان برای حوزه های علمیه از جیب مردم میدوزن، برای اوقاف هم از جیب مردم میدوزن، نه تنها درآمد اوقاف دیگه کشور رو اداره نمیکنه، بلکه بعد از جیب مردم بدوزن بدن اوقاف خودش رو اداره کنه. و ها که از حوزه های علمیه. نکته دیگه اینکه حوزه علمیه معمولا در محروم ترین مناطق احداث میشد برای اینکه طلبه ها به زندگی خیلی عادی از اولش عادت کنن، اما اینکه تو اوزگل 23 هزار متر زمین برای مدرسه حوزه علمی درست کنن و بعد 4200 مترشو صدیقی برداره و توجیهش همین باشه که ما میخواستیم یک مؤسسه فرهنگی وابسته به حوزه درست کنیم، برای اینکه از امتیازات قانونی مراکز فرهنگی استفاده کنیم اومدیم این شرکت مرکز فرهنگی رو ثبت کردیم و وقتی ثبت کردیم مثلا بدون نظر من اموال رو منتقل کردن، زمین رو منتقل کردن به نام شرکتی که این افراد درش هستن. حالا بعد از این اتفاق من اینو عمدن میگم برای اینکه بدون یک رویه است بحث، حالا با اتفاقی که میخوام میگم یک رویه است. اتفاقی گفتن که در هفته اول بعد از این افشاگری از دفتر رهبر صدیقی رو فرستادن نماز جمعه تهران خوند و در دیدار مردمی مثلا مردمی خامنه‌ای با علی خامنه‌ای هم صدیقی حضور داشت و بعد در ملاقات رمضانیش هم بود. عین همین کار رو رئیسی مرتکب شده، یک جلسه گذاشتن، عنوان جلسه است مسئولان، صاحب نظران و حلقه های میانی عرصه تولید و اقتصاد مردمی. این جلسه است، اینم عنوانشو بخونید، مسئولان و صاحب نظران، بذارید آگهی بره، مسئولان و صاحب نظران به حلقه های میانی عرصه تولید و بخون دارش. مسئولان و صاحب نظران عرصه های تولید و اقتصاد مردمی، اینا دیدار کردن با رئیسی. حالا تصاویری که خبرگزاری ایرنا، خبرگزاری رسمی دولت رئیسی، دوستان عزیز از این ملاقات منتشر کرده، تصاویر رو ببینید. من اول از صدر جلسه شروع می کنم که رئیسی نشسته. سمت چپ رئیسی منصوری نشسته، معاون اجرایی رئیس جمهور، همون کسی که در قصه سیل امامزاده داوود استاندار تهران بود، با رسوایی رو در برخوردش با مردم همه شاهد بودیم. این هم این تصویر خود منصوری اینها که حالتون صدر جلسه هم نشسته اون بالا با رئیسی. این جلسه اینو ببینید اینجا سر منصوری رو از تصویرش، در کنارش یه نفر دیگه که من نمیشناسم جالبه و اون طرفش هم آقا که چه عرض کنم شیخک پناهیان. این عکس رو شما ببینید، خواهم عکس رو بهتون بزرگ شدهش نشون بدم. این تصویر ناکن دوستان، رئیسی سمت چپش، منصوری سمت راستش آقا که نمیدونم، و سمت راست اون آقا هم علیرضا پناهیان.
و بعد سایر عکس‌ها رو میتونید ببینید، تصاویری که حالا همین تصاویر نکنید، شما مثلا چند تا از اینا قیافه‌ای بهشون می‌خوره که متخصصین اقتصادی باشن. آخوندا رو ببینید، این آخوندا رو ببینید، این سایر آخوندا رو ببینید. حالا خود رئیس هم که از اقتصاد چه سر نمیشه، عکس این سایت خبرگزاری دولت، عکس پناهجویان هم جداگانه انداختن که کسی از فاصله دور تشخیص نداد بفهمن که پناهجویان اونجا نشسته. اینا فعالان اقتصادی هن برای اقتصاد مردمی. اینا چهره ها رو ببینید. خب این تصویر دو نکته، این تصویر دو نکته داره. این منصوری همین معاون رئیس جمهور یک چند نکته داره. اولا از مدیران اقتصادی دولت هیچ کس نیست، نه رئیس سازمان برنامه بودجه هست، نه وزیر اقتصاد هست، نه سخنگوی اقتصادی دولت هست، نه وزیر صنعت و معدن هست. برار وقتی که قرار اقتصاد مردمی و نقش با توصیه خامنه‌ای قرار شده که نقش مردم در اقتصاد در سال 1403 اضافه بشه، طبیعتاً کارخانجات و مراکز صنعتی بنگاه‌های بزرگ اقتصادی زیر نظر بخش عمده زیر نظر وزارت صنعت معدن. وزیر نفت که یکی از بخش عمده سرمایه گذاری حضور نداره، وزیر نیرو که سدسازی ها اینها هست حضور نداره، رئیس سازمان برنامه بودجه نیست، وزیر اقتصاد نیست، حالا معاون اقتصادی که دیگه ندارن، اون آقایی که بهش با کلی شعار و اینها حکم دادن دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی است قوه محسن رضایی که قبلا معاون اقتصادی بود اونجا حضور نداره و کلا هیچ عنصری از عناصر اقتصادی دولت نیست در جلسه ای که قرار بحث اقتصاد مردمی رو سامان بدن. پس یعنی قرار نیست، یعنی اگر فرض کنیم که خود رئیسی که هیچ کس ادعا نداره که نه تنها اقتصاد رو میفهمه، من یقین دارم جدول ضرب رو هم بلد نیست، نه اینکه بلد نیست حساب و کتاب اقتصادی داشته باشه، یقین دارم جدول ضرب بلد نیست، اون که خودش هیچی. ولی به هر حال اومدن مثلا گفتن که آقای مخبر، دکتر مخبر رئیس تیم اقتصادی دولته، کجاست اینجا؟ رئیس سازمان برنامه که به هر حال بایستی اگر بودجه بندی میکنن کمکی میخوان بدن، حساب کتابی بکنن، ترازی در بیارن، باید حضور داشته باشه. رئیس کل بانک مرکزی اگر قرار وامی بدن، مدیران عامل بانک ها اگر قرار تسهیلات بدن، اگر یک تولید کننده یا بخش خصوصی مشکلی الان داره در باز پرداخت بدهیاش، باید کاری انجام بدن. شما کوچکترین اثری از مدیران اقتصادی دولت اینجا نمیبینید. اما معاون اجرایی رئیس جمهور اون کسی که میگفتش که این دولت با دولت‌های قبلی فرقش اینه که نوکر مقام معظم رهبری، این جمله این منصوریه که ما دولت ما نوکر مقام معظم رهبری، این حضور داره. ضمناً همین آدمی که تنها مقام رسمی دولت رئیسی که با صورت رسمی از صدیقی حمایت کرد و افشاگری علیه صدیقی رو توطئه دشمنان برای از بین بردن نیروهای انقلابی بود دونست. خب اول میگم پس جلسه‌ای که قراره برای اقتصاد مردمی تشکیل بشه، یک عنصر اقتصادی دولت هم درش نیست. حالا یه نفر نه بیا اون عقب نشسته، وقتی قرار جلسه اقتصادی باشه باید عناصر اقتصادی کنار رئیس جمهور بشینن. نکته اولش این. ثانیاً شیخ پناهیان اونجا نشسته. پناهیان چند تا نکته داره حضورش اونجا. یک این که در رقابتی که در حکومت وجود داره برای که عناصر مختلف رو به خودشون جذب کنن، حتی بدنامترین ها و رقابت حفظ بشه، رئیس هم میخواد عقب نیفته. اگه دفتر رهبر صدیقی بدنام رو در جلسه دعوت میکنه، رئیسی هم پناهیان رو درست همین روزهای آقایی که ادعای تدین دارید، روز آخر ماه رمضان، الان دیگه وارد شب عید فطر شدیم، یک ذره شرف و غیرت دینی داشته باشید. کسی که رسما اهانت کرده به پیامبر و حضرت علی تو جلسه میارن، اونم جلسه بی ارتباطی، مقصد اینکه جلسه روزخونهای الدنگ با رئیسی، خب اینا باید بیاد، بالاخره یکی از روزخونهایی که روزه خامنه ای و خمینی میخونه، روزه ائمه که بلد نیست بخونه، اگرم بخونه دروغ میگه. ولی جلسه اقتصاد مردمی میارن میشوننش که تناسب نداره و این اتفاقا انگشت در چش متدینین کردن، نه ماها که به بیزه چپ اسب حضرت عباس که اینا دور هم جمع میشن برای مردم عادی، ولی برای متدینین یا اونایی که ادعا دارن متدینن یا اونایی که به دروغ یا بر اساس فریب خوردن میگن علت حمایتشون از حکومت اینه که این حکومت دینیه. خدا وکیلی ای کاش من رسانه‌ای داشتم صحبت‌های پناهیان رو در تمام کشورهای اسلامی پخش میکردم، یقینا یک با غیرت عرب پیدا میشد، یک بلای سر پناهیان میورد بدون تردید.
یعنی اگر این منتشر بشه در کشور عربی، مطمئن باشید با غیرت عرب پیدا میشه و همون کاری که نمیخواستن با سلمان رشدی بکنن و توصیهش رو خمینی کرده بود، یک کسی دیگه با پناهیان خواهد کرد. ای کاش این رسانه در اختیار من بود، من این کار میکردم. علت دعوت پناهیان اینه که اولا به مردم میگن که شما، به متدینین میگن آقا شما هر غلطی بکنید، ما هر کسی از اطراف ما هر غلطی میخواد بکنه و شما هیچ غلطی نمیتونید بکنید. ما از کسی که حتاکی به پیغمبر و حضرت علی کرده دفاع میکنیم، همون نکته که من چند ماه پیش گفتم، در جمهوری اسلامی مغز رو تعطیل کن، زبانت رو اجاره بده به جمهوری اسلامی، تمام اعضای بدن از سر تا میانه بدن و تا کف پا آزاده که هر غلطی میخواد بکنه. اینم هم همینه. پناهیان الان حامی این دولته، باید انگشت روش مردم کنم، میگن آقا ما از این کسی که حامی ماست حمایت میکنیم، ولو اینکه به پیغمبر و حضرت علی اهانت کرده باشه. اما فقط نکتهش این نیست، دعوت پناهیان دلیل دیگه هم داره. پناهیان نظریه پرداز واگذاری ثروت به بچه حزب اللهی است. جواب این سخنرانی که سخنرانش حتما دیدید که میگه که اصلا پول باید دست بچه حزب اللهی باشه، خیلی علنی میگه و بعد خودش هم پیشگام شده در تک ماکارون. دوستان کمک کنید تک ماکارون تحریم بشه، به خدا خیلی کمک بزرگیه. لااقل اون کسی که به اندازه کافی خورده و چریده صاحب تک ماکارون از همین طریقا، از دو طریقی که از طریق شستن جنازه مسئولان حکومتی مثل مصباح یزدی و دیگران و از طریق دیگه با شراکت با پناهیان تحریم کنید، واقعا نشون بدید. خب این چیزا که دیگه سخت نیست، خیلی از مردم که اصلا ماکارون نمیتونن بخورن به برکت دولت رئیسی، ولی اونا که میتونن خواهش من تک ماکارون نخورن. این آدم شریک تک ماکارونه، خونه ای که اون چند ماه پیش میگفتن 30 میلیارد تومان قیمتش، میگفت دوستان به من هدیه دادم، اونم از طریق همینجاست. و از اون از همه مهمتر عرض میکنم نظریه پرداز واگذاری ثروت به بچه حزب الله است. حالا از هر طریق مهم، یه طریقش هم خودش دیگه، این آدم اونجا حضور داره و عرض میکنم هم تو دهنی میزنن به متدینین که آقا طرف به خود خدا هم اهانت کنه، فقط به آقا چیزی نگه، اسافل اعضای بدن آقا رو مالش بده، ولی به خدا هم میخواد فحش بده بده. و بعدم میایم در ردیف بالا میشوننش. نه این کارا مثل دیل چند تا شیخ دیگه هم تو تصاویر بودن، ولی اینکه اون بالا میشوننش که ضمناً عکسش رو به صورت اختصاصی هم اونجا میذارن که اگر کسی از فاصله دور متوجه نشد با همین عکس بزرگ بفهمه که پناهیان مهمان ویژه جلسه رئیسی بوده با حلقه های میانی اقتصاد مردمی. این تصویر پناهیان تو عرض کنم. این ببینید دوستان، این وبسایت خبرگزاری ایرناست، اینو ضد انقلاب نذاشت، اینم چهره های فعال اقتصادی هستند، اینا رو ببینید همشون، اینا فعالان اقتصادی هستند. من تیتری که گذاشتم پیشنهاد کردم به آقای یاشار سلطانی، اگر واقعا میخواد کار افشاگری کنه همین عکس ها رو تک تک شناسایی کنه و اسناد پرونده رو، یقین بدونید به هزاران میلیارد تومان اختلاس خواهید رسید، چون واقعا هنر رو آقای یاشار سلطانی داره، من واقعا ندارم. همین تصاویر اگر شناسایی کنه و با توجه به تبحری که ایشون در غور و تحقیق در اسناد اداری و روزنامه‌های رسمی داره، مطمئناً به هزاران و شاید صدها هزار میلیارد تومان اختلاس و فساد و چپاول برسه. حالا نمونهش مثلا شاید مثلا بعضی از افراد عضو هیئت مدیره همون تک ماکارون باشن که در کنار آیت الله پناهیان. چهره رو ببینید دیگه. مثلا این شیخ هم مثلا این شیخ هرچی بزرگ نکردن، ولی پناهیان رو برای اینکه نبادا مردم، برای اینکه تو دهنی به مردم بزنن انگشت روش مردم عادی کنن، متدینینی که هنوز احمقانه از حکومت دفاع میکنن، میگن آقا ببین شما از ما باید دفاع کنید و چشمتون کور باید از پناهیان دفاع کنید، پناهیانی که به پیغمبر و امام علی اهانت کرده. اما یه پله هم باید بالا بریم بالاتر، این رو هم دوستان توجه داشته باشید. الان میشه فهمید که خامنه اول سال گفتش که نقش مردم در اقتصاد باید اضافه بشه. یعنی چی؟ یعنی مهر چینیاشون دارن میکنن، آماده سازیشون دارن میکنن، بیش از پیش خودی ها بخورن و بچرن. مردمی که خامنه میگه همون مردمی که پدرزن رئیسی گفته، یعنی متدینینی که در انتخاب شرکت کردن، نه همه مردم بدبختش، نه خیر، کسانی که طراحی کردن برای انتخابات افتضاح، برای رسوایی کسی گوشن انتخابات. یعنی حالا مش میشه فهمید که مثلا چی شد خامنه‌ای الان یهو عوض کرد که بیاد؟ مگه توصیه
قبلی اثر کردی که حالا بگی آ نقش مردم باید بیشتر باشه. عرض می‌کنم مردم از نظر اینا وقتی شما بعد از انتخابات کمتر از 40% که آمار دقیق واقعا کمتر از 20%، ولی طبق گفته خودشون 40% میگه مردم جهاد کردن، یعنی اون 60% که شرکت نکردن که اصلا مردم حساب نمیشن. همین 40% 40% هم افراد خاصشون، به عبارت دیگه حتی 40 همون 20% اون 20% هم افراد خاصشون. و حالا میگه نقش اینها در اقتصاد باید اضافه بشه، در واقع همون حرف پناهیانه که ثروت باید در اختیار حزب الله باشه. ببینید الان یعنی واقعیتش، ببینید من هنوزم میگم، بارها گفتم و بازم تکرار میکنم دوستان، بسیاری از کسانی که در راهپیمایی های حکومتی شرکت میکنن، در مناسباتی مثل تشییع جنازه قاسم سلیمانی یا زاهدی یا روز قدس شرکت میکنن و متاسفانه بهشون میگن ساندیسکور، من با تأکید میگم بسیار از اینها یه دونه ساندیس هم گیرشون نمیاد بخورن، اما طراحان این برنامه ها هر کدوم به 100 تا کارخونه ساندیس هم قانع نیستن. این وضعیتیه که دوستان عزیز ببینید، روز به روز این حلقه رو دارن تنگ‌تر میکنن و افرادی که وابسته به خودشون هستن، تمام ثروت کشور جمع بشه، قالیباف میتونه 8000 میلیارد تومان در شهرداری اختلاس کنه به نرخ زمانی که دلار 2000 تومان بوده، یعنی به نرخ الان مثلا هیچ در حدود نزدیک 200000 میلیارد تومان. بله حدود 200000 میلیارد تومان، چون بیش از 30 برابر شده، بیش از 240000 میلیارد تومان. اون در اون حد میتونه ببره. کاظم صدیقی 23000 متر زمین، پناهیان اونی که فعلا لو رفته کارخونه تک ماکارون و بقیه‌اش هم هر چقدر تونستن دیگه. مخبر در ستاد اجرایی به اعوان انصارش برسه، اون یکی بچهش بیاد با جناقاشون با هم با جناقا غیر از تبادلای دیگه که دارن تبادل بچه‌ام بکنن، بچه زاکانی بره تو فران سازمان دولت کار کنه، بچه با جناقاش بره تو شهرداری کار کنه. میگم تبادلات با جناقیشون در همه عرصه هاست، امیدوارم فقط در حد همین با جناقی باشه، به اون چیزی که به دیگران میگفتن به سویچ پارتی کارشون نرسه، اتهام میذارن به حکومت قبلی، به اون کارشون نرسه، ولی به هر حال همش از جیب ملت ایران. این باید الگو باشه دوستان عزیز و بدونید نقشه حکومت در امسال اینا همش نشانه ای که حکومت خودش رو کسانی که ادعا میکنن از حکومت به خاطر دین و ایمان و مملکت دفاع میکنن، بدونید که نقشه حکومت امسال اینه که حتی چون خودشون هم سقوط رو میدونن، چپاول رو بیشتر کنن، دست خودی ها رو باز بذارن، تا این حد هم باز بذارن که طرف به پیغمبر و امام اهانت کنه، ولی بیارن در رأس جلسه در کنار رئیسی بنشوننش. یک لحظه من اجازه بدید من صحبت پناهیان رو در مورد ثروت و چیز بوده یا داشتم بینم الان میتونم یک لحظه براتون پیدا کنم، یعنی فقط چند لحظه من محدد، اگر بتونم پیدا کنم بد نیست بشنوید. من توی آرشیوم داشتم من تا میاد پیام نقد نشه دوستان، هستم در خدمتتون. من خواهش می‌کنم دوستان بحث تحریم تک ماکارون جدی بگیرید. که حال آدمای باهوش جامعه رو به هم میزنه و حق دارن و فقط حال میده به آدمای ضعیف و خیلی بده، پاک کردن صورت مسئله. ولی دینداری فعالانه چی میگه؟ میگه به شما باید به استقبال برخی از مسئله ها بری که به زعم تو فساد انگیز است.
باید این مسئله ها رو ایجاد کنیم، مردی اونجا وایسی دینداری کنیم، مثل پول در آوردن. با این مقدمه یکمی آماده باشید برای شنیدن حرف های متفاوت. ده، من بچه خوبی هستم. چقدر تولید میکنی؟ چقدر کاسبی میکنی؟ نه کلا کاسبی نمیکنی، ولی بچه خوبی هستم. اولا که شما از چشم پیغمبر افتادی در جا و که هیچ، ثانیا رو هیچی نمیشه حساب کرد. کان رسول الله اذا نظر الی الرجل فاعجبه، وقتی نگاه میکرد به یه مردی، به یه کسی، به یه جوونی و تعجب میکرد از خوبی و این حرفاش، میفرمود هل له حرفتون، این عرضه پول در آوردن داره یا نه. و این قالوا لا، اگه میگفتن نه، میفرمود سقط من عینی، از چشمم افتاد، حتما بچه مذهبی ها باید عرضه داشته باشم پول در بیارن، من چون بچه مذهبی ها بهم شغل بدیم. ببین، من مخالف این نیستم که بچه مذهبی عرضه پول در آوردن داشته باشه، نخیر. اینا که عرضه پول در آوردن، اینا رانت میخورن. یعنی مثلا کاظم صدیقی از مخفف اسمش کافساد استفاده کرده، پول در آورده یا دزدی کرده. این که تک ماکاران مدیرش اومده سهام داده به پناهیان به خاطر عرضه اقتصادی و فهم اقتصادی پناهیان بوده. شراکت محسن رضایی با احمد، با چای احمد، به خاطر عرضه و برنامه‌ریزی اقتصادی و اون توان محسن رضایی بود که میگه ما می‌خوایم بعد از دلار و یورو ریال ایران سومین پول قدرتمند دنیا بشه، یا به خاطر رامت، به خاطر عملیات فریبه. کدومشه واقعا؟ وگرنه کس نگی من بله هر کسی بتونه پول درآوردن نشون بده، اصلا به حزب الله غیر حزب الله نده، اما شما یک حزب الله معرفی کنید که از طریق زحمت پول درآورده باشه. محصولی براتون گفتم چجوری پول در آورده. زمان احمد نژاد از طریق سواپ نفت، و چون سیرمونی نداره اموال مردم رو هم شناسایی می‌کردن، می‌رفتن سند به نام خودشون می‌ذارن، به نام زن محصولی من می‌فروختن. اینو من نمیگم، یا لسارات نوشته دوستان، یا لسارات تندترین و حزب اللهی ترین مجله است. اینی که پناهیان میگه و امروز می‌برنش در جلسه حلقه مسئولان اقتصاد مردمی، یعنی همین این که آقا بچه حزب اللهی‌ها تا میتونید بخورید بچرید. ادامش گوشن. تلازوبه گفتن علی ابن ابی طالب پول نداره، میخواد خلیفه بشه. امیرالمومنین علی علیه السلام دستور داد به عمالش پولای منو که دستتونه برید کاش کار میکنید وردارید بیارید. یه تپه ای از پول نقد شد، تلازوبه رو خبر کرد، فرمود اینا فقط پولای عمال منه که تو مدینه و اطراف مدینه بودن، فقط نقداشه، املاک و این زمینای کشاورزی و اینا رو چاهامو نیوردن. امیرالمومنین علی علیه السلام باغهایی که درست کرد، چاهایی که کند، کشاورزی که میکرد، پولی که در میآورد به اندازه نیازش بود یا بیشتر از نیاز. آفت به اندازه نیازت پول در نیاری، به اندازه نیازت پول در نیاری. آقا میترسیم خراب بشیم، تو بدون پولم خراب میشی، تو الان همیالانش هم خراب. اگه به تو اخلاق قناعت یاد دادن ولی این روایت رو برات نخوندن که خیلی نیست در کسی که دوست نداره پولش رو اضافه کنه، اون میشه همون دین انفعالیه، ضرر داره براجا. خب برید خودتون مقیش رو بینید. خیلی راحت میگه آقا ببین، اصلا تا حالا میگفتن حضرت علی مثلا میشه کفش پاره خودش رو میدوخت، یادتون چیز داری میگفتن؟ بعد حالا میگه پولای علی که دست عمالش بود رو آوردن، یه تپه پول شد. از کجا آورد علی؟ با چاه زمین لمیزرع عربستان چاه زد، کشاورزی کرد، یه تپه پول ازش در اومد. حالا دیدید اینا اهانت به علی و پیغمبر که اصلا مهم، صرف برای اینکه توجیه کنه دزدی خودشو، میگه علی یه تپه پول داشت دست عمالش. بعد میگن همینا آدمایی که میگفتن که میگن علی وقتی میشست تو نشسته تو دفتر کارش، اگه یه نفر میومد حرف شخصی با علی داشت، علی چراغ خاموش نگفت، چراغ بهتون مارو. خب علی که اینقدر پول داشت با جیب شخصیش چراغ میذاشت که مردم تو تاریکی نشینن همدیگه لگد کنن،
کورمال کورمال بخورن زمین. خیلی بی انصاف بوده، یه تپه پول داشته. خب من مجبور نبودم، مگه مجبور آدمی که انقدر پول داره از ترامپ یعنی کمتر بوده؟ ترامپ زمانی که رئیس جمهور شد گفت من حقوق رئیس جمهور نمیخوام، من که پول دارم. یعنی علی به اندازه ترامپ هم نمیتونست از مال شخصیش یه چراغ روشن کنه که مردم نیان بخورن به هم دیگه، تو تاریکی بخورن زمین. روزی که میخواستن مردم رو جذب کنن اینطوری که بله علی میشه کفش پاره خودشو پینه میزد، هیچ وقت لباس نو نداشت، شب سائل رفت در خونه حضرت علی، علی شرمنده شد برای اینکه سر سفره خودش و از زهرا هیچ نبود، یکی دیگه رفت گفتن 3 روز علی و بچه‌هاش غذا نخورن. خیلی بی انصاف بوده، کسی که یه تپه پول داشت 3 شب بچه‌هاشو گرسنگی داده. کجای ماها کجان؟ حالا کسانی که ادعا دارید به خاطر دینتون از جمهوری اسلامی دفاع میکنید، فهمیدید همش بازیه؟ یا اصلش از اول دروغه، یا اینا حداقل دروغ میگن. شما نمیخواید باور کنید اصلش دروغه، واقعا اینا دروغ میگن. فراموش کرد که سنی ازتون گذشته باشه به اندازه من باشه، یا حتی تو همین 15 سال پیش نمیگفتن علی کفش پینه بسته داشت، نمیگفتن که علی و زن و بچه 3 شبانه روز رو ناچارشان یه لقمه، میگفتن که علی و همسرش و بچه‌هاشون روزه بودن، یه تیکه نون داشتن سر سفره بخورن، یه سائل اومد در خونه در زد یه نون رو دادن، روز بعد بدون سحری و بدون افطار روزه گرفتن، روز سوم همینطور، یعنی هر روز همین اتفاق افتاد، بعد روز سوم خدا از آسمون براشون غذا رسون. ای بی انصاف، این همه پول داشتی بعد زن و بچت 3 شبانه روز بدون سحری و افطار روزه گرفتن؟ خوش به غیرتت. دارم آرش کمالی همین میگم، نخه بدتر از خون نور خورما، گفتن نور خورما رو داد به گدا، خودشون اون شب تا صبح، اون شب اون روز که روزه بودن هیچی، فرداش هم روزه گرفتن بدون غذا، پس فرداش هم گرفتن که روز سوم خدا دلش سوخت، گفت علی از پول خودش که خرج نمیکنه، من لاغلی لاغون براشون بفرستم. مثل اون یکی آخوندک که تو تلویزیون میگفتش که یه عده میگن اصحاب امام حسین شب عاشورا ترسیده بودن. آقا کجای کاری؟ شب قبل از شب عاشورا اصحاب امام حسین با هم آب بازی میکردن. ای بی انصاف، بچه رو تشنه نگردشی بعد شب آب بازی میکردی؟ همشون شب غسل کردن، غسل شهادت. یعنی ببینید تمام مسئله بازی. برای همین من میگم دوستان عزیز، دین رو ببرید پستی خونتون. من اعتقاد دارم به خیلی از این حرفا، ولی به کسی کاری ندارم. این بیشرف های حقباز شارلاتان حرام لقمه، احتمالا حرام نطفه، مثل پناهیان، مثل صدیقی، تمام این حرفا رو زدن برای اینکه مردم رو گول بزنن. یعنی این حرفا رو میزنن که دست زیاد نشه، مردم نخورن برن. یکی از بستگان دور ما پیرمرد بود، خوشمزه بود، گفت رفتم دکتر، دکتر گفت اینو نخور، اونو نخور، اینو نخور، برات خوب نیست، اون برات ضرر داره، اینو نخور. گفتم پدر سوخت، من نخورم که تو بخوری. اینا اگر تا مقطعی که به حکومت نرسیده بودن، تا مقطعی که می‌خواستن مردم فریب بدن، علی کفش پینه‌ای می‌پوشید، یه لقمه نون، یه قرص نان بیشتر تو خونه‌شون نداشتن، وقتی که سائل اومد در خونه دادن به اون، بعد 3 روز خودشون گرسنه موندن، سر سفره علی رفت خونه دخترش، دخترش برای شیر و نان و نمک آورد. علی گفت تو کجا تا حالا دیدی که پدر بیش از یک نوع غذا بخوره؟ نان، نمک و شیر. در طرفی همه ثروت داشت، حالا به دخترت خودت نمیخواستی بخوری، به دخترت میرسیدی. علی اینقدر ثروت داشت، بعد دخترش میخواست بره عروسی، رفت یواشکی از بیت المال یه دونه گردنبند آریه گرفت. خب لعنتی برای دخترت میخرید که نره از بیت المال بگیره. من ببخشید، من از سفر رو گفتم لعنتی، از دهنم در رفت. چرا باید این همه ثروت داری بچه‌ها تو چشم تنگ بار بری که بره از بیت المال گردنبند برداره؟ بله خانم بهشتی، من دیدم توی یکی میگفتش که شب قبلی چاه آبی کنار خیمه های امام حسین حف کردن، چه آب شیرین و گوارایی داشت. امام دستور داد که چاهو پر کنن. اگه امام دستور نمیداد چاهو پر کنن، روزخونا 1400 سال چجوری میخواستن سر مردم کلا بزنن و مده ها اشک مردم در بیارن، بعد برن میلیاردی پول بگیرن؟ برید بپرسید الان مده های معروف بابت 10 شب محرم چقدر پول میگیرن. خب بله، آرز اکبر اشاره کردم که شاگرد اول دکترای اقتصاد تون جلسه نبود. مهمش اینه که محسن رضایی الان این نقش ویژه داره، دبیر شورای عالی اقتصادی سران سه قوه است. یعنی هر تصمیمی گرفته میشه باید اون رو تایید بکنن، وقتی این جلسه حضور نداره. بله سعید گلدن، حالا چراغو که گفتم، مسئله
عقیل میگن عقیل اومد پیش حضرت علی گفت تو که میدونی من نابینا هستم، تعداد بچه‌ام هم زیاده، یه سهم از زیتون رو بیشتر به من بده. حضرت علی یه آهن گذاشت رو آتش داغ کرد، من نمیدونم آتش اونجا چه کار میکرد، علی نشسته تو اتاقش آتش بغل دستش چه کار میکرد، زمستون اونجا که مثل زمستون سیبری نیست، حالا گذاشت داغ کرد بعد برد نزدیک نزد، حالا انصاف داشت نزد نزدیک دست برادرش داد زد این چیه، گفت چطور تو میخوای من با سهم اضافه از زیتون رو به تو دادم برم جهنم برای خود از این آتش میترسی؟ خب تو این همه ثروت داشتی از ثروت شخصی به برادرت میدادی که دست برادرت کولتو نسوزونی. دوستان ببینید، امیدوارم که قدری همه اون افراد خود فریب و فریب کار من کاری ندارم ها. دوستان لطفا لایک رو فراموش نکنید، الان باز لایک نسبتش نسبت بدی نیست ولی خب بهتر از اینم میتونه باشه. من فقط حرفم با اون کسانی که ادعا میکنن به خاطر دینشون از جمهوری اسلامی دفاع میکنن، میبینید چقدر اینا دروغگوان، میبینید چه حقوق بازن و میبینید که دین وسیله ای شده برای چپاول مردم، یعنی مردم رو گرسنه نگه دارن. من یه موقعی رئیس یه شرکت بودم که اون شرکت به نوعی بنیاد 15 خرداد هم رئیس سهم داشت، در یه جلسه شیخ حسن ثانی که اخیرا مرد برای ما سخنرانی میکرد، حقوق ما واقعا حقوق زیادی نبود نسبت به شرکت های دولتی، اونها خیلی حقوق پایین بود، خود حقوق بد نبود نسبت به کارمند عادی ولی واقعا در مقایسه با زمان دولت رفسنجانی بود، حقوقایی که شهرداری و تهران اینها به مدیرانشون میدن حقوق ما خیلی کم بود. تو جلسه با حضور شیخ حسن صانعی یکی از مدیران گفتش که آقا اگه میشه فکری برای حقوق ماها بکنید، حقوق ما حقوق قابل توجه نیست. صانعی برگشت گفتش که من میتونم حقوقتون اضافه بکنم ولی والله اگر این کارو بکنم ضرر میکنید چون اجر آخرتتون از بین میره. خب شاید خیلی‌ها که تون درسته بودن نمیدونستن ولی من میدونستم محسن پسر شیخ حسن صانعی چه جوری زندگی میکنه، از سفرهای خارجیش گرفته تا سایر کارش. بعد به ماها که میرسید میگفتش که اگر حقوقتون اضافه کنم والله ضرر میکنید چون اجر آخرتتون از بین میره، من بخش کم در اندازه در حد زندگی معمولی بهتون حقوق میدم ولی اجرتون دنیا از خدا بگیرید. این حالا در اشل محدود مدیران شرکتاشون بود، حساب کنید با مردم عادی چه میکنن. و خیلی از مردمی که همچنان باور دارن، مردمی که در زمان جنگ طرف هیچی نداشت، یه خانم حلقه ازدواجش رو میفروخت کمک به جبهه میکرد که چی؟ که تو جبهه محسن رضایی عملیات فریب انجام بده و بعد از عملیات فریبش بیاد اون ثروت رو به هم بزنه و دیگران هم همینطور که قالیباف از جبهه رد شه بیاد الان این کارا رو انجام بده که شمخانی بچه‌هاش الان میلیارد میلیارد بخورن و الان در اشل بدتر. یعنی ببینید اون زمان اولا در سطح جامعه اینقدر تفاوت طبقاتی نبود، به همین جهت مردم کمتر عذاب میکشن. ببینید شما اگه در یه جامعه زندگی کنید که اکثر مردم زندگی متوسط و به پایین دارن، بچه ها حسرت نمیخورن، خودت عذاب نمیکشی. اما در جامعه امروز که فاصله طبقاتی اینطور بیداد میکنه، اینا همچنان مردم رو فریب میدن و تحمیق میکنن برای پیشبرد اهداف خودشون. پولهای شما در داخل کشور ریخته میشه در گلوی انگلزاده حداد عادل و محسن اژه‌ای و قالیباف و نمیدونم شمخانی و همینطور دیگه برو دیگه ولایتی و دیگران، در خارج هم برای عیاشی های شیخ حسن نصرالله و بچه هاش و اسماعیل هنیه. بچه های اسماعیل هنیه الان کجا تو جنگ غزه؟ خانواده خالد مشعل کجاست؟ یه خود برگردیم عقبتر، پولایی که جمهوری اسلامی به یاسر عرفات داد، خانواده یاسر عرفات در من کجا و چه ثروتی دارن؟ خب مسئول مهرگان نوشتن تا کبرا رسیدن یکی حسین دیگر راه قدس از تورنتو، لندن، سیدنی، واشنگتن و ویرجینیا میگذره. ساندرز نوشتن که میگن هر کسی یک بار زندان جمهوری اسلامی رفته باشه دیگه ترسی از افشاگری و زندان دوباره نداره. دقیقاً چه اتفاقی روش میفته که ترسش میره؟ نمیدونم، بعد از اون عزیزانی که این زندان رو تجربه کردن بپرسید. محمد رضا حکیمی چیز نوشتن بله بعضی از دوستان من فرستادن تصویری که کیومرس پور احمد عزیز با شهبان و فرح پهلوی نشسته. من واقعا برای خانم پهلوی شهبان و فرح پهلوی واقعا احترام قائلم به خاطر ادبش و حالا غیر از خدمات فرهنگیش شخصیتش واقعا قابل احترامه. اون تصویری که یک
صحنه دست خانم پهلوی رو میبوسه و یک صحنه نشسته اونجا. و حالا من که میدونه من جز کسانی هستم که از روز اول گفتم این صحنه خودکشی قلابیه و قطعا کشتنش، واقعا تأثیر انگیز بود برای اون عکس من دیدم. خب دوستان لطفا لایک رو بیشتر کنید که فرشاد پی عزیز، بله من اشاره کردم در صحبت دیروز در مورد سفر امیر عبداللهیان به سوریه، هیچ مقام سوری ازش استقبال نکرده، دیدارش با بشار اسد بازتاب ویژه نداشته. جمله‌ای هم که از بشار اسد نقل شده بسیار معنی داره. بشار اسد گفته که انتقام از اسرائیل باید از طریق تقویت جبهه مقاومت باشه، یعنی این که حالا هم که میخواید کاری بکنید باید پول بدید ما بخوریم و بچریم. من صحبت های یه چیزی هم نوشتم در امروز، متاسفانه نمیدونم کجا گذاشتمش چون تو برنامه قبلی، خواهش من برنامه قبلی من رو کانال دو رو برید ببینید، نکات مهمی هست در مورد انتقام سخت. کاملا مشخصه که مسئله داره کم کم منتفی میشه، اگه نگیم قطعا منتفی دارن، مشخصه که میخوان به مرور زمان بخوره. کیهان که 16 فروردین گفته بود که باید این انتقام با قید فوریت انجام بشه تا زمانی که خشم مقدس مردم نخوابیده، امروز گفته کسانی که میگن باید فوری و خیلی سریع باشه زمینی که آدمای خوبی هستن ولی احساسی و حرفشون غیر معقوله، اصلا نباید فوریت داشته باشه، بایستی بر اساس عقلانیت انجام بشه. و بعد گفته که من به شما میگم، این به نام کسی، به نام یه اسم عجب جعفر نامچی نمیشه که مطمئنا جعلی، خود حسین شریعت مداریه، گفته با بر اساس اطلاعات قطعی که من دارم این انتقام حتمیه، بسیار گسترده است، پشیمان کننده و انشاءالله بازدارنده. اگر تو شما روز اول گفتم که اگر اینها کاری انجام بدن مهمترین ویژگیش که نشون میدن کار درست داری انجام دارن اینه که بازدارندگی داشته باشه، وگرنه جمهوری اسلامی حتما میتونه دو تا موشک بزنه تو اسرائیل، حتما میتونه چند تا سفارتخونه اسرائیل رو ناامن کنه با توجه به پول کلانی که اینا خرج میکنن. اونی که مهمه اگر کار مؤثری بکنن بازدارندگی. کیهان نوشته انتقام حتمیه، گسترده است، پشیمان کننده و انشاءالله بازدارنده، یعنی در مورد بازدارندگی خودشون هم شک دارن. در مورد نکته دیگه این که از کنار موضوع عبور کردن، خامنه‌ای چند روز قبل از روز دیداری که با دیدار رمضانی با مسئولان داشت بین دو نماز برگشت سر پای ایستاد و سخنرانی کرد و گفتش که روز قدس امسال یک ویژگی داره که در سراسر جهان تظاهرات برگزار خواهد شد. جهت اطلاعتون امسال حتی در سوریه روز قدس برگزار نشده، برید خبرها رو تعقیب بکنید. این هم از این که نشون میده که اولا منابع خبری خامنه‌ای چه جوریه و ثانیا حتی سوریه هم دیگه با اینا همراهی نمیکنه. خب جعفر بلوری فکر کنم، حالا شاید جعفر بلوری همچین اسمی داره، آره فکر کنم. ممنونم خانم مهتاب. تاها 802، این که شما نشید پیدا شدن سرنشینان کشتی سانچی زیرزمینی در ساخت زیر ساختمان وزارت اطلاعات، این خبر تا این حد جزئی کار من نیست، واقعا بعضی از افرادی که علم غیب دارن من نمیدونم، ولی در دو سه روز گذشته من دو بار تکرار کردم که پدر یکی از افراد مفقود کشتی سانچی گفته ما خبر دقیق داریم که اینا زندن و در داخل جمهوری اسلامی زندانی هستن. بخش اول حرف اون بنده خدا رو من قبول دارم، علت این حادثه این بود که این کشتی حامل مواد ممنوعه برای کره شمالی بوده که در صورت لو رفتنش فشارهای بسیار گسترده بین المللی بر جمهوری اسلامی وارد میشد، این قطعیه که به همین جهت حالا اگر حادثه به وجود آورده باشن و از بین برده باشند یا اونطوری که این پدر گفته زنده باشن، هر دوش نشون میده جمهوری اسلامی با اتباع خودش به خاطر به نتیجه رسیدن شهوات سیاسی خامنه‌ای چیکار میکنه. خب دوستان شد 44 دقیقه، باز طولانی شد، من نمیخوام اینقدر طولانی بشه، معذرت میخوام ازتون، ممنون که همراهی میکنید. من یه نگاهی سری بکنم اگر چیز خاصی باشه. سعید گلده نمیشن 8 فرمانده سوری سپاه در سوریه به واسطه اسرائیل هدف قرار داره، من خبر ندیدم، اگر هست بعدا صحبت میکنیم. پریسا نوروزیان، بله آقای محققی از این حرفاش خیلی جدی بود، اتفاقا کار درستون کرد، گفته اصلا من پناهیان و صدیقی رو در حدی نمیدونم که جوابشون رو بدم، من با اون آقای گنده گنده ای که از من حمایت میکنه
و نشونه هایی داره که قشنگ مربوط به خود خامنه ای صحبت کرده. حالا خانم پریسا نوشن گفته آقا چهار تا پسر داره بفرسته غزه، منم پشت سرش میرم. آقا همین پسراش زمانی که جنگ تموم شد سنشون سن خیلی از اون بچهای 12 13 ساله که رفتن جبهه بچهای آقا بزرگتر بودن. آقا که چه عرض کنم، این نرینه‌ای که اسم آقا روش گذاشتن، ولی جبهه نرفتن. حالا توقع داره برای غزه برن بچهای اسماعیل هنینه برن غزه، شما توقع دارین بچهای خامنه ای برن؟ اینو بارها گفتم خدمت شما دوستان عزیز، ببینید شما در تمام شهدای زمان جنگ یک نفر با فامیل خمینی، خامنه ای، رفسنجانی اینا پیدا نمی‌کنید. یک نفر پیدا نمی‌کنید. یعنی حتی از بستگان بعد مثلا خواهرزاده رفسنجانی یادمه، یه خانواده شریفیانی که از بچه‌هاشون شهید شده بود، برادر خاتمی تو جبهه پاش قد شد، دکتر رضا خاتمی که تا اون خیلی هم دوستش دارم، انسان شریفیه، یه پاش قد شد و جایی هم مرفوع نیست، یه پسر کروبی پاش تو جبهه قد شده، اما از هیچ کدوم از اینا شما شهید تو جبهه پیدا نمی‌کنید. این از خانواده مثلا رفسنجانی هم 4 تا پسر داره، 4 تا یا 3 تا، محسن، مهدی، یاسر، 3 تا پسر داره، 2 تا دختر. خود خامنه ای 4 تا پسر داره، حالا مثلا دخترش، آخرین بچهش متولد 64 زمانی که جنگ تموم شد، دخترش اگه شما که مریم، خب اون زمان سن نداشت، ولی پسراش مصطفی و مجتبی حداقل زمانی که جنگ تموم شده 3-4 سال پایان جنگ سنشون سنی بوده که خیلی از بچهای کم سن و سالتر از اینها جبهه میرفتن. حمید ایگدری نوشتن که از آقای نجفی شهردار قبلی تهران چه خبر؟ من خبری واقعا ندارم، اما با قاطعیت میگم، از روز اول من گفتم قطعا نجفی اون خانم رو نکشته، من با قاطعیت عرض میکنم، حالا توضیحاتم رو هم دادم. خب ممنون ازتون دوستان عزیز. ظاهرن محمد رضا حکیمی نوشتن که صحبت علیرضا دبیر، ببین اصلا واقعا یک استفراغی به نام علیرضا دبیر اگر از خادم تعریف کنه، خادم باید عذاب بگیره ناراحت شه. همینقدر که استفراغی مثل علیرضا دبیر از خادم بدگویی میکنه. شما اگر من ببین، اگر رسول خادم رو نمیشناختم، جوان مردی هاشو نمیدونستم، انسانیت هاشو ندیده بودم، همینقدر که میگفتم استفراغی مثل علیرضا دبیر علیه صحبت کرده، مرید رسول خادم میشدم اصلا بی تردید. خوگاس مولایی کی شوهر کرده؟ من نمیدونم که میگید شوهر کرده، منظورتون توجه نشدم. بله MMRN سوال خوبه، چرا سران نظامش کنون دختراشون ندادن به جانبازان جنگ؟ این هم بیساره ها، بچه هاشون نتونستن، پسراشون نرفتن جبهه، چرا دختراشون ندادن به جانبازان جنگ؟ بشرا و خدا، البته چیز بنت الهدا و بشرا، ولی من یادم میاد سال 64 دخترش در بیمارستان مصطفی خمینی به دنیا اومد و اون موقع یادم میگفتن اسمش مریم بود، حالا اگه عوض کرده باشن شاید هم سه تا دختر داره، نمیدونم، ولی یادم اون موقع میگفتن سال 64 گفتن اسمش مریم بود، حالا دیگه نمیدونم. بله برادر قالیباف هم آقای ابراهیم شجاع در جبهه شهید شده، ولی برادرش روحش شاد، اصلا نمیدونه اگر اون الان بود با قالیباف هماهنگ بود یا نه، مثل برادر احمد نژاد، مثل برادر خود خامنه ای. خیلی از این افراد برادراشون باشون همه هایی نیستن. مهدی امانی عزیز، شما پیامتون رو بذارید، نکته رو بنویسید، من راه های ارتباطیم در قسمت دیسکریپشن همه پیام هست، اگر نکته باشه که من میتونم کاری انجام بدم حتما زنگ میزنم بهتون. این نکته آخرم، محمد رضا حکیمی گفتن صحبت های مرندی در مورد میوه خوردن خامنه، اینم من بگم، میگه که آقا خیلی سر حالم، خب اینو داریم ما میبینیم، بعد میگه تنها مشکلی که هست ما بهشون توصیه میکنیم میوه بخورن، ولی ایشون قیمت میوه ها رو میگیرن، میوه گرون باشه نمیخورن. اولا آقا خبر نداره، بعد هر دفعه میگیم فلان میوه بخور، بعد از این فرد بپرسه میوه چنده. و نکته دیگه این که با توجه که میگن آقا خیلی حداقل زندگی میکنه، میوه ارزون اصلا تو ایران چیه؟ میوه ای که مردم عادی بتونن بخورن، که آقا فقط میوه ارزون میخوره. بعدم آقا یک دونه محافظش کم کنه، الان یک سپاه محمد رسول الله مسئول حفاظتشه،
برای هزینه‌اش برای مردم یکی دیگه، یک دونه از محافظاش کم کنه، اون ماه چند میلیونی که محافظ بمونه میوه خوب بخوره، سر حال باشه، درست عقلش کار کنه، درست تصمیم بگیره، حداقل برای طرفداران خودشون، برای مملکت که اینا تصمیم درست نمیگیرن. این چه حرف مزخرفی که نفری که واقعا وقتی که خامنه‌ای می‌خواست پروستات عمل کنه بیمارستان مثل مردم عادی بود، یک طبقه بیمارستان کامل تخلیه نکرده بودن به خاطر خامنه‌ای، حالا سر میوه به سر مردم منت می‌ذاری؟ خانم محبوبه نمیشن، محبوبه صداقت نمیشن، اون معدود افراد هم اول رفتن جبهه بعد مسئول شدن، اگه مسئول بودن جبهه نمیرفتن. البته خیلی از کسایی که جبهه رفتن تفلک ها در زندگی اولیهشون لنگن، بهشون رسیدگی نمی کنن. اینا در واقع جبهه پشت، بیشتر پشت جبهه بودن، مسئولینی که الان هستن هیچ کنون جبهه رو از نزدیک هم ندیدن. خب دوستان عزیز خیلی متشکرم از همراهیتون، شد 50 دقیقه. من میگم منام برای این بود که اینقدر زیاد نباشه. اگر مطالب قابل لایک میدونید لطفا لایک کنید، کامنت حداقل یک کلمه به زبان انگلیسی، سابسکرایب هر دو تا کانال و نهایتا یک نگاه به لینک پیپل داشته باشید. خیلی ممنون از همراهیتون، خیلی ممنون از کمک‌های فکری که میکنید و لیلی دم دست نیستش الان که بیارم، حالا انشالله در خدمتتون هستم. ببخشید اگر کسانی من کمک ندیدم، کسی کمک کرد من ندیدم، شرمندم، ببخشید. ممنون، شب و روزتون خوش، تا برنامه بعدی، موفق باشید.